سلام میکنم به همه دوستان عزیزم و کسانی که هفت جلسه پیش رو با همدیگه بودیم. عذر میخوام به خاطر به اصطلاح تأخیری که در جلسه قبل پیش آمد و جلسه آخر و جلسه هشتم رو از وبینارهای طنزنویسی و نویسندگی احساس برانگیز در خدمتتون ارائه میکنم. موضوع این هفته ما تیترهای اثرگذاره. شاید یکی از مهمترین موضوعات برای نوشتن طنز روزانه تیتر مناسب باشه. برای معتادان نوشته یک نویسنده شاید تیتر خیلی چیز مهمی نباشه. برای اینکه این کسی که دائما مطالب یک نویسنده رو پیگیری میکنه پیش از این که به تیتر فکر کنه یا تیتر رو دنبال بکنه یا از تیتر به عنوان یک دعوت کننده به مطلب استفاده بکنه دنبال خوندن نوشته اون فرد هست، به خصوص در مورد کسایی که به اصطلاح مطالب ثابت می نویسن یا مطالب ثابت هفتگی یا مطالب ثابت روزانه این حالت وجود داره. اما برای کسانی که به اصطلاح به صورت غیر ثابت مراجعه میکنن به یک نویسنده، شما همیشه نیاز دارید که هر روز از تیترتون به عنوان یک دعوتنامه استفاده کنید برای اینکه اون فرد بیاد و مطلب شما رو بخونه. پس پیشنهاد میکنم بهتون که تیتر خوب انتخاب بکنید و سعی کنید که انتخاب تیتر متناسب با نوشته طنزی که دارید ارائه میدید باش. خب حالا چه عواملی مؤثره در این که ما تیتر انتخاب بکنیم؟ چه تیتری رو اصلا ما انتخاب میکنیم و به چه دلیلی اون تیتر رو انتخاب میکنیم؟ به نظرم نکته اول اینه که انتخاب تیتر برای مطالب میبایست با محتوای آنچه که مینویسیم رابطه داشته باشه. اول یه توضیحی بدم که ما وقتی اینجا میگیم تیتر هم منظورمون مطالبی است که مینویسیم، مثلا فرض کنید در یک ستون ثابت یا در یک ستون متغیر ما یه تیتر رو انتخاب میکنیم، مثلا یک مطلبی رو مینویسیم، یک گزارشی رو مینویسیم یا یک مطلب طنزی رو مینویسیم یا یک داستان طنزی رو مینویسیم یا یک داستان رو مینویسیم و یک تیتر رو برای این میگذاریم. یا اینکه مثلا فرض کنید که یک یادداشت مینویسیم، یه نامه سرگشاده برای کسی و برای اون یه تیتر انتخاب میکنیم. یا اینکه میایم برای ستون ثابتی که داریم، برای سرکلیشه‌ای که داریم در روزنامه، برای اون یه تیتر انتخاب میکنیم. برای هر کدوم از این موارد باید به محتوای نوشته ها توجه کنیم. تیتر نمیتونه به محتوای کل مطلب بی ربط باشه. البته خب بعضی هم هستند که اصولا نگاهشون این هست که تیتر یا عنوان مطلب لزومی نداره ربطی به خود مطلب داشته باشه، یعنی اینکه کلن یه دیدگاه توی مسائل هنری یا در حقیقت شاید بگیم حوزه هرمنوتیک، مثلا حوزه شناخت متن، اینکه عنوان خیلی وقتا به تفکر رو به اصطلاح منحرف میکنه. یعنی اینکه مثلا فرض کنید من اومدم یک تابلو نقاشی رو نقاشی کردم و گذاشتم توی یک گالری توی نمایشگاه و یه عنوان زیرش گذاشتم. خب این عنوان یعنی چی؟
آیا خوانند بیننده نقاشی من باید با اون عنوان چه بکنه؟ آیا نویسنده اون بیننده باید به اصطلاح مسحور و مسخر اون عنوان بشه؟ آیا اون عنوانی که برش تعیین کننده است؟ به نظر من خب ما نمیتونیم به این صورت به این موضوع بی توجه بمونیم. در حقیقت انتخاب تیتر، حالا اگر که فرض کنیم که اون دیدگاه رو بگذاریم کنار، باید مربوط باشه با اون چیزی که ما میگیم. مثلا فرض کنید من یه مطلبی می نویسم راجع به مثلا فرض کنید کودتای انتخاباتی، تیترم باید به اون مربوط باشه. انتخاب تیتر ستون شاید یکی از مهمترین کارهاییست که ما میکنیم. یعنی وقتی ما یه ستونی رو تعریف میکنیم و بر اساس اون ستون ما یه مطلبی رو مینویسیم، این ستون باید حتی امکان یک عنوان خوب و مناسب داشته باشه. من تقریبا میتونم بگم که برای دوره طولانی، برای چند سال سعی کردم که به اصطلاح ستونهای ثابت داشته باشم. تقریبا 15 سال یا 14 ساله که دارم طنز می نویسم و معمولا در جاهای مختلف ستونهای مختلف گذاشتم. شاید موفقیت یک نویسنده در این باشه که عنوان ستون خودش رو ثابت نگه داره و اون رو تبدیل به یک برند بکنه. برند به معنای تجاری که مورد به اصطلاح همتون میفهمید منظور چیه. مثلا فرض کنید که مثلا عنوان یک آرمی هست به اسم یه ام هست که علامت مکدونالده و این برند مکدونالد، یا مثلا فرض کنید گوچی، یا مثلا فرض کنید سونی، یک برندیه که وقتی که شما با یک برند مواجه هستید و این برند یک اعتباری داره، دیگه راجع به این که توی اون بطری چیه فکر نمی کنید و اینکه آیا این خوب هست یا بد فکر نمی کنید، برای اینکه چند بار این رو تجربه کردید و این براتون شده یک عادت. خب من ستونهای خودم رو وقتی میخواستم انتخاب بکنم، اومدم به یک چیزایی توجه کردم که در حقیقت در حاشیه اون چیزی که من مینوشتم قرار داشت. اولی مطلبم گذاشتم ستون پنجم. ستون پنجم برای چی گذاشتیم؟ برای اینکه خب حکومت ما رو متهم کرده بود که ستون پنجم دشمن هستیم. میگفت که شماها ستون پنجم دشمن هستید. خب ما اومدیم قشنگ گذاشتیم ستون پنجم. یعنی اینکه آره ما هستیم. خب چی؟ بعد یکی از چیزهایی که اتفاق افتاد موقعی که مطبوعات توقیف شد در ایران، یکی از حرفایی که قاضی دادگاه زده بود که حرف خیلی نامربوطی بود ولی خب زور بود و ما مجبور بودیم اجرا بکنیم، این بود که میگفت که باید همه اینا رو عوض بکنید. یعنی ما رو مجبور میکرد که اسم ستون خودمون رو عوض بکنیم، در حالی که خب مالک اون ستون من بودم، ولی خب مجبور شدم عوض بکنم. برای همین من اومدم عنوان ستون چهارم رو گذاشتم، در حالی که خب ستون چهارم هیچ معنایی نداره، ولی خب وقتی کسی میخونه ستون چهارم بلافاصله به این فکر میکنه که خب این یعنی این که من هیچ چاره‌ای نداشتم این رو گذاشتم، یا بی ستون یا 40 ستون یا یک فنجان چای داغ در یک بعد از ظهر پاییزی که در روزنامه آریا گذاشتم، یا بنبست پنجم.
بنبست پنجم رو من در بنیان کار میکردم. یه بارم به اصطلاح قاضی اومد به اصطلاح تلفنی صحبت کردم با قاضی مرتضوی، میگفت که بنبست پنجم منظورت اینه که میخوایی بگی که ما تو شرایط بنبست هستیم؟ گفتم که نه، ما اصلا بحث ربطی به این چیزا نداره، ما توی خیابون خردمند هستیم، اسم کوچه‌مون هم هست بنبست پنجم، من اینو گذاشتم عنوان ستونم، این که اشکال نداره که آدرس دیگه. یا عنوان گذاشتم در شهر خبری نیست، وقتی که با سینای مطلبی که مینوشت در شهر چه خبر یا خبرهای شهر رو دنبال میکرد، این رو استفاده کردم. در حقیقت این یک نوع اشاره بود به این که در شهر یه عالمه خبر هست ولی اتفاقی نمیافته، و یک عنوان از این ستون با اون ستون که بعدا این رو برای برنامه تلویزیونی استفاده کردم و فکر میکنم شاید چند تا برنامه مطلب یا یه ستون کوچک که خیلی هم چیزای جالبی نبود، خودم زیاد دوستش نداشتم. حالا اینا مثلا ستون هاییست که عناوینیست که من انتخاب کرده بودم و به نظر خودم میمد که جالبه. اما انتخاب میان تیتر به نظرم یکی از چیزای مهمیه که ما تو مطالبمون همیشه ازش استفاده میکنیم. برای انتخاب میان تیتر به خصوص مثلا شما وقتی که دارید یک چیز گزارش مینویسید مثلا، یا یک طنز بلند مینویسید، یا یک مقدمه مینویسید، یا یک به اصطلاح نوشته طولانی می نویسید که بیش از 600 کلمه تا 1000 کلمه هست، بهترین راه اینه که بیایید مطالب رو جدا بکنید و میان تیتر بگذارید. میان تیتر عنوانی است که به اصطلاح ما استفاده می کنیم. من نمیدونم، بذار ببینم این کتاب رو پیدا می کنم. نه، مثل اینکه نیست، دم دست. میان تیتر عنوانی است که شما انتخاب میکنید برای به اصطلاح اون به اصطلاح مطلبی که بین به اصطلاح مطلب ثانوی یا اون مطلب دوم یا سوم یا چهارم یا پنجمی که توی مطالبتون استفاده کردید. مثلا این توی کتاب الف نونم مثلا یک مطلبی داریم به اسم 10 روزی که ما را تکان داد. این عنوان تیتر مطلبه و این شامل 7-8 مطلبه که یکی از اونا هست عنوان میان تیترش هست 18 تیر، یکیش هست اسمشو نبر یا اسمشو نبر، یکیش هست هاشمی خامنه ای موسوی امامی، یکیش هست کابینه محسن رضایی، یکی از روی صندلی افتاد، یکی به همین دلیل واضح، یکی مبارک است مبارک، و به دنبال اولی. یک مطلب دیگه هم هست که گذاشتیم جان تازه، که اون مطلبش خیلی کوتاهه. مربی تیم کشتی قزوین اظهار داشت مسابقات روز جهانی کودک در قزوین جان تازه‌ای به کشتی قزوین داد، که این مطلب روز 20 تیر عنوان شد. خب بنابراین ما میایم میان تیترهایی رو انتخاب میکنیم و میگذاریم. خب حالا فرض کنید که ما یک مطلبی داریم، یک گزارشی داریم که میان تیترهای مختلفی داره و تشکیل شده از مطالب مختلف. ما چجوری میان تیتر مناسب رو انتخاب، تیتر اصلی رو چجوری انتخاب میکنیم؟ گاهی وقتا خب ما بر اساس اهمیت مطلب میتونیم که یک مطلب خیلی خوب رو که اول از همه میاریم و مطلب محوریمون ممکنه باشه یا مطلب اولیمون باشه یا به اصطلاح
داغ‌ترین خبرمون باشه، ما این رو میاریم و یه تیتر خوب براش انتخاب میکنیم. اما گاهی وقتا این امکان پذیر برامون نخواهد بود. یعنی اینکه ما تیتری رو تیتر مثلا یه مطلب کوچکتری رو داریم که براش تیتر بهتری داریم. گاهی وقتا سعی میکنیم که همین مطلب کوچکتر رو بیایم یه دستکاری بکنیم، یه به اصطلاح یه ذره مفصل‌تر کنیم یا با مطلب دیگری تلفیق بکنیم و این رو بیاریم بگذاریم مطلب اول و تیتر او رو بدیم به کل مطلب. گاهی وقتا هم که دم من مثلا تو اینجا تو کار روزانه یه مقداری سهل‌انگاری کردم، گاهی شده که مثلا تیتر مطلب چهارم رو اومدم گذاشتم تیتر اصلی و مطلب چهارمم با تیتر خودش رفته، مطلب اولم بدون تیتر رفته اصلا. ببینید مسئله در حقیقت شما باید با هر تیتری توجه مخاطب رو جلب کنید. خب این گاهی ممکنه ما رو ببره به اینکه استفاده کنیم از مطالب از ترکیب های عجیب غریب، مثلا اینکه گنجی هدیه تهرانی بود یا قاضی پینوکیو، مثلا فول اتوماتیک، مثلا یا مثلا مبارزه سهمگین با دشمن غدار، چیزایی که مثلا توی تیترا من استفاده میکردم تو مطالبم. گاهی وقتا این تیترا میاد و تبدیل میشه به یک چیز تعجبه. ببینید تیتر باید به یک شکلی دعوت کنه مخاطب رو به اینکه وارد مطلب بشه، شاید مثل یه در جالب، مثل یه تابلو جالب، یه چیزی که او رو بکشونه به طرف خوندن مطلب. این هدف اصلیست که ما از انتخاب عنوان داریم، هم عنوان کتاب، هم عنوان فیلم، هم عنوان مقاله، و باید موضوع رو بیان کنه، تا حدی موضوع رو بیان بکنه، او رو دعوت باید بکنه که مطلب رو بخونه، اما نباید همه اطلاعات رو بهش بده. یکی از اشکالات که بعضی از نویسنده‌های ما دارن تو انتخاب تیتراشون اینه که در تیترشون همه موضوع رو میگن. خب وقتی که همه موضوع رو میگی، به خصوص در شرایطی که در جهان امروز، در وضعیتی که آدم ها به طور دائم با اطلاعات مواجه هستند، این یعنی این که مطلب من نخون. خب این کار عاقلانه نیست. اصلا تیتر قرار دعوت کنه به خواندن. مثل اینه که شما یه خونه درست بکنید، اون جلوش هم هیچ تابلو، مثلا من چه می‌دونم یه رستوران درست بکنید، بالاش هم مثلا بنویسید مثلا این رستوران مثلا غذاش خوب نیست، خب کسی نمیاد توش. که البته این مثالی که زدم خیلی احمقانه بود، ولی به هر حال مثال‌های خیلی احمقانه هم گاهی وقتا میشه گفت. مخاطب نباید با خواندن تیتر فکر کنه که همه مطلب رو خونده، بلکه باید دعوت بشه که اون رو بخونه. گاهی اوقات یک تیتر به اندازه تمام مطلب بازگو کننده موضوعه. شاید یک تیتر خوب اهمیتش بعضی وقتا از کل مطلب بیشتر باشه. من حالا از افراد مختلفی میتونم مثال بیارم، مثلا اون تیتری که آقای صابری به کار برده بود در مطلبی که مربوط بود به فکر میکنم سال 66 این حدودا بود که
وزارت کشور اومد منطقه شهر نو رو به کلی از بین برد، منطقه فواحش تهران رو. و آقای صابری یک تیتری زده بود که وقتی نمیتوانی مسئله را حل بکنی، صورت مسئله را پاک کن. خب این یه تیتره، خود این تیتر یک تبدیل شد به یک ضرب المثل شاید. یا مثلا من خودم توی قضیه سعید امامی نوشته بودم که آیا خودکشی عامل قطع کار واجبی بود، که خب با توجه به اینکه واجبی خورده بود سعید امامی و اینکه شک وجود داشت راجع به اینکه خودکشی کرده یا وادار شده به خودکشی، این یه مقداری به اصطلاح به اون طرف گرایش داشت. گاهی اوقات اگر از درون مطلبتون تیتر خوبی در نمیاد و شما مطلبتون رو نوشتید و خب مطلبم خوب شده یا خودتون فکر میکنید خوبه ولی تیتر خوبی ازش در نمیاد، گاهی وقتا من خودم چند بار این کار کردم، فکر میکنم که مثلا اگر که شما یه جمله جالبی رو دیدید که توی خبرهای روز هست، میتونید برید اون جمله رو وردارید و اون جمله رو بیارید تو مطلبتون، حتی اگر یه مطلب نسبتا ضعیف هم بنویسید به شکلی که بتونید از اون تیتر استفاده بکنید، بهتره که از اون تیتر استفاده بکنید، برای اینکه یه تیتر خوب گاهی وقتا به اندازه مطلب اثر داره. مثلا اون تیتر آیا خودکشی عامل قطع کار واجبی بود، اصلا دیگه لازم نبود من بقیه مطلب رو بنویسم، واقعیتش هم این بود که بقیه مطلب اصلا برای من اهمیت نداشت، مطلب ضعیفی هم باید باشه اون مطلب، یادم نیست اصلا چی نوشتم اونجا. تیتر خوب و درست رو خیلی از بچه ها بلدن تیتر خوب بذارن و خیلی بلد نیستن، یعنی تو نویسنده های ایرانی بعضی ها تیتر زن های خوبی هن و شاید به دلیل همین انتخاب خوب تیتر میتونن موفق بشن تو کاراشون. محمد قوچانی رو به نظرم خیلی کارش خوبه تو انتخاب تیتر و من چند تا از تیترهایی که تو کتاب این فیلسوفا و شومنهاش که به اصطلاح جزء کتاباییست که تیتراش خیلی خوبه، فیلسوفی که شومن شد، لیبرالیسم تخیلی، یه مقداری تیترا به اصطلاح برخواسته است از تیترهای کتابای مارکس یا اصلا اون تیپ به اصطلاح چیز قابله مارکسیسم، واپسین فیلسوف چپ، فوکوی دروغین، فوکوی راستین، تلهی که تنها مناسب هایدگر بود، یا مثلا روباهی به نام آیزای برلین، هر کس کشیش خیش است، سه شایگان، سکولارها چگونه سکولار شدند. به نظرم این چیزای به صورت نحوه انتخاب تیتر که تو کارهای دیگه قوچانی هم سابقه داره نشون میده که این آدم خیلی خوب میفهمه که باید روی پیشانی مطلبش عنوان خوب و درستی رو بگذاره. جز این مثلا تیترهای قوچانی که معمولا گویای مطالبش هست، مثلا حالا جمهوری مقدس باز اشاره میکنم بهش، برخلاف او اکبر گنجی در انتخاب تیتر بسیار آدم ناتوانیه. مثلا تیتر این کتابش اصلاحگری معمارانه. مثلا خب تیتر عالی جناب سرخپوشش تیتر خیلی خوبی بود ولی تیتر مال خودش نبود، تیتر مال کتاب
ویتالی شینکیالیسکی همچی چیزی اسمش، که عالی جناب سرخپوش عالی جناب خاکستری رو از اونجا گرفته بود. اما مثلا چند تا تیترهای اکبر رو بیایم مرور کنیم، مثلا که بالای مطلبش بوده، مطلبی که اینجا منتشر شده: تو آزادی و خلقی در غم رویت گرفتاران، بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، والله که شهر بی تو مرا حبس می شود. من بحث نمی کنم، من شلیک می کنم. مثلا بنبست اصلاحات، علامت سوال، علامت تعجب. خب شما نگاه کنید ببینید که یک آدم مثل گنجی که خب مقالاتش اهمیت خیلی زیادی داشته در اون دوره که ما راجبش حرف میزنیم، میاد بیشتر از شعر استفاده میکنه یا از عناصر تعریف شده‌ای که به اصطلاح یا خیلی صریح به موضوع میپردازه. خب میتونیم بگیم که شاید گنجی خیالش راحت به عنوان یه آدمی که مثلا 7-8 ساله داره مینویسه و میدونه که خوانندهشو داره، ولی محمد قوچانی به عنوان یه کسی که 1-2 ساله اومده دائم باید هی برای خودش جلب توجه بکنه و بیارتشون، ولی بعدن هم که این پیش میره باز اتفاق خاصی نمیفته. یعنی مثلا اکبر گنجی الان بعد از 15 سال بعضی وقتا یه مطلبش رو من نمیدونم خوندم یا نخوندم، یعنی انقدر مطالبش تیتر نداره. مثلا من چه میدونم نوشته بررسی مثلا فلان چیز قسمت چهارم، قسمت سوم، قسمت دوم. خب یه تیتر اصلی بذار، اینو بذار سو تیترت یا تیتر پایینی که آدم ها بتونن براشون مشخص باشه آخه تو مگه با نوشته خود دشمنی که این کارو میکنی. به نظر من میاد که مثلا اکبر نمیتونه تیتر بگذاره. مسعود بهنوری هست کمی تو تیتر گذاریش سانتیمانتاله، تیترها رو احساساتی میگذاره، هم در مورد کتاب هست مثلا، هم درباره به اصطلاح مقالاتش، بعضی هاش خب خیلی خوب در میاد، بعضی هاش نه. مثلا هی نزنیدش که خب مطلبش مطلب بسیار جالبی بود، ولی واقعیتش این بود که خب با خوندن این ما نمیدونیم که اصلا راجبه چی داره صحبت میشه، ما اصلا هیچ اطلاعی پیدا نمی کنیم. یعنی این مطلب معرف نیست، معلوم نیست این فروشگاهی که ما داریم میبینیمش این لباس فروشیه، این رستوران کفاشیه، چیه. تیترای مثلا یا مثلا بر سر تیترایی که برای از دل گریخته ها مثلا تیترای کتابایش رو یا این سزن یا مواردی شبیه این، به نظر میرسه که مقداری سانتیمانتاله. محمد قائد تیترا رو خیلی خوبتر انتخاب میکنه، یه ذره تیتراش چیز عجیب غریبه. خب به نظر میرسه که خب از این نوع تیتر هم خوشش میاد. تیتر میتونه بلند یا کوتاه باشه. تیتر رو بعضیا گرایش دارن به تیتر خیلی کوتاه. مثلا من چه حالا تو اسم فیلم نگاه کنیم، مثلا مسعود کیمیایی تیتر خیلی کوتاه دوست داره، مثلا گروهبان، مرسدس، قیصر، مثلا بلوچ، گوزنها، یه خیلی که زحمت کشیده دندان مار دیگه، مثلا تیغ و ابریشم مثلا. ولی خب بعضیا گرایش دارن به تیترای بلند،
مثلا حتی ما کسایی داشتیم که مثلا مثل مرحوم عباس نربندیان که مثلا تیترش کتابش مثلا بچه‌م سه خط میشد، ولی خب شاید اونم یه راهی برای جلب توجه باشه، ولی عمدتا تیتر باید اون به شکلی معرف مطلب باشه، آدم ها رو دعوت بکنه و به اصطلاح جذابیت ایجاد بکنه. به نظر من پارادوکسیکال بودن خوب مناسبه برای تیتر، خوبه برای تیتر، برای اینکه بتونه فرد رو درگیر موضوع بکنه. نکته چهارم نحوه انتخاب تیتره. این که میگم بیشتر یه چیز فنیه. برای انتخاب تیتر از هر چیزی میتونید استفاده کنید. میشه از عناصر آشنا برای تیتر استفاده کرد، منتها این کاری که خیلی هم میکنن مثلا سعی میکنن که از اسامی موجود استفاده کنن، مثلا من چه میدونم پدرخوانده، اسم فیلمشو گذاشته پدرخوانده، بعد از اینکه مثلا 30 سال فیلم پدرخوانده ساخته شد دوباره اسم فیلمشو گذاشته پدرخوانده. خب حالا ولی اگر آقای یه آدم مثل محمد قوچانی میخواد از اسم پدرخوانده استفاده کنه، اینا تغییر میده، میذاره پدرخوانده های جوان. یا مثلا فرض کنید من خودم مثلا اگر از اسامی فیلم ها استفاده بکنم تغییرشون میدم، سعی میکنم به یک شکلی اینها رو بیارم به یک شکلی استفاده بکنم که به اصطلاح اون تیتر از مال خود آدم بشه. از اسم داستان ها میتونید استفاده کنید، از اسم شعر ها میشه استفاده کرد. مثلا احسان نراقی عادت داره که از اسم شعر ها استفاده کنه، یک بخشی از اسم شعر رو میگیره استفاده میکنه، اتفاقا از آدم هاییست که خیلی خوب تیتر کتاباش در میاد. مثلا من در خشت خان رو برای یکی از کتابام، کتاب مصاحبه با احسان نراقی گذاشتم که با خودشم صحبت کردم، در حقیقت به یک نوع این کتاب گویای همین شعر بود که آنچه در آینه جوان بیند پیر در خشت خام آن بیند، اون به هر حال نگاه پیرانه احسان نراقی بود به آنچه که ما جوان اون جوان ها، حالا من خودم هم جز جوان آوردم، اون جوان ها می گفتن و او یه جور دیگه ای داشت می دید مسئله رو. اگر نگاه کنیم به باز به مثلا طمع خام، مثلا باز اسم کتاب دیگر احسان نراقی، به نظر من این استفاده از شعر، ضرب المثل های عامیانه، ترانه های شناخته شده به خصوص برای طنز چیز خوبیه، یا نام های معروف که البته باید با تغییر به یه شکلی. من در شهر خبری نیست رو استفاده کرده بودم برای عنوان ستونم که این در حقیقت استفاده بود از اسم کتاب در غرب خبری نیست که من اینو ترکیب کردم با ستون در شهر نیوزویک فکر میکنم یا هرالد تریبیون، که این در حقیقت ترکیب بود از اون دو تا، از دو نوع نگاه، یعنی یه نگاه که در شرق در غرب خبری نیست، در شرق خبری نیست و در شرق. یا مثلا یکی از اسمایی که من تو کارام ازش استفاده کردم و بعدن هم استفاده زیاد شد، زیر پوست شهر بود،
جایی که من میخواستم یه سری گزارش بنویسم در مجله گزارش فیلم، یا نه فکر میکنم در ماهنامه همشهری بود، عنوانش رو گذاشتم زیر پوست شهر، که زیر پوست شهر در حقیقت میومد بررسی میکرد یه سری مسائلی رو که زیر پوست شهر جریان داشت، مسائلی که شما ظاهرا نمیدیدید. مثلا اون موقع ما یه گزارش تهیه کرده بودیم درباره همجنسگراها در تهران تو پارکا، و این بعدا روزنامه سلام هم از همین تیتر زیر پوست شهر استفاده کرد، خانم رخشان بنی اعتماد هم استفاده کرد، که البته خب مال من هم که نبود، که مال در حقیقت من خودم هم از یکی دیگه کش رفته بودم، از فیلم فریدون گله که در زیر پوست شب اسمش بود و قبل از انقلاب خیلی سر و صدا کرد. یک عنصری که باید در تیتر خیلی بهش توجه بکنیم و به نظر من لازمه که تیترهای ما از این عنصر برخوردار باشه، تنین تیتره. یعنی اون کلمه‌ای که انتخاب میکنید، حالا یا اون کلماتی که انتخاب میکنید، باید یک تنین داشته باشه، یک آهنگ داشته باشه. مثلا ستون پنجم یک آهنگ داره، اینجا مثلا الف نون اسم کتابی که گذاشتم آهنگ داره، خانه امن آهنگ داره. کلمات که ختم به نون میشن، ختم به الف میشن، یا اصولا من چه من باید بتونن اینا یک چیز رو ایجاد بکنن، مثلا یک آهنگی رو ایجاد بکنن. بیزایی مثلا تو انتخاب تیتر خیلی به این تنین توجه داره، تنینش مثلا چریکه تارا، یا مثلا اسم بیتا، مثلا بیتا اسم فیلم خسرو حریتاش که واقعا یک به اصطلاح عنوان خیلی جالب بود. تنین داشتن اسم به خصوص در مورد سرکلیشه ها خیلی خوب، مثلا سخن روز سرکلیشه یا سرستون، ستون مطلبی بود که آقای عطاالله مهاجرانی می نوشت و خب این خیلی موفق هم بود، و یا موفق بود، یا دو کلمه حرف حساب که آقای صابری می نوشت که موفق بود، و در حقیقت اون تنینی رو که ما انتظار داشتیم یا انتظار ممکن آدم داشته باشه در این نوشته ها وجود داشت. در حقیقت باید خود تیتر حتی الامکان یک عنوان زیبا باشه. حالا تو فیلم های خیلی بزرگ به هر حال یارو میشینه فکر میکنه و عنوان رو در میاره و میتونه یک همچین چیزی رو ایجاد بکنه. در گذشتمون هم خب خیلی به اصطلاح کلمات یا اسامی اینجوری رو داشتیم رو داستان ها، مثلا فرض کنید داستانی مثل رمان صادق چوبک به اسم مثلا سنگ صبور، یا کتاب بوف کور اصلا این تنین داره بوف کور، یا مثلا کار سمفونی مردگان، مثلا این تنین داشتن به نظر من خیلی چیز مهمه. نکته آخری که باید بگم درباره انتخاب تیتر، زمان انتخاب تیتره. ما کی تیتر رو انتخاب میکنیم؟ به نظر میاد که ما وقتی که مطلب رو مینویسیم، در حینی که داریم مطلب رو مینویسیم، اینو تجربی و کاملا بر اساس یه مجموع دانسته‌هایی که خودم تو مدت کاریم پیدا کردم بهش رسیدم، شما سعی کنید که وقتی مطلب رو می نویسید تیترهایی رو که به نظرتون جالب میاد یه گوشه یادداشت کنید، بگذارید مطلب تموم بشه، مطلب رو جمع جور بکنید، بعد به اصطلاح بدنه مطلب رو با به اصطلاح شروع و پایانش سازگار بکنید، و بعد وقت تیتر رو انتخاب بکنید و بذارید روی مطلب.
به شکلی که، یعنی در حقیقت تیتر باید بعد از اینکه مطلب کاملا تمام شد انتخاب بشه. گاهی وقتا البته اینجوری نیست، گاهی وقتا ما یه تیتر باحال داریم میخوایم استفادهش کنیم، ممکنه به خاطر این تیتر بریم یه کتاب بنویسیم، البته خب این یه ذره نامعقول به نظر میرسه. من در طی 8 جلسه که خدمتون بودم سعی کردم که برخی از تجربیاتی که به نظرم میرسه که این تجربه مهمی است و خودم در طول مدت کارم بیشتر تو کار ژورنالیستی پیدا کرده بودم، سعی کردم که اینها رو با شما مطرح کنم. نکته که اینجا وجود داره این هست که میخوام از همه شما تشکر کنم که این مدت اومدید و این جلسات رو با ما همراهی کردید. میتونید این ویدیوهای این جلسات رو که البته الان هم مثل همه الان که دارید میبینید، ویدیو این جلسات هست، نوشته هاش هست، نوشته ها مفصل تر از متنیست که من صحبت میکنم و سعی کردم که اونجا ریفرنس های مختلفی رو بدم که براتون کامل کننده باشه و همچنین به اصطلاح کتابی در کتابی که شامل همه این بحثایی که داریم میکنیم هست منتشر خواهد شد که به زودی من فکر میکنم قبل از اینکه این به اصطلاح تصاویر منتشر بشه اون کتاب منتشر خواهد شد و من در خدمتتون هستم و امیدوارم که اون کتاب بتون کمک بکنه به اینکه این تجربیات منتقل بشه. هر سوالی داشته باشید میتونید به من ایمیل بزنید از طریق توانا یا از هر طریقی که فکر میکنید که درسته. ایمیل خود منم به اصطلاح از طریق توانا در اختیارتون هست. امیدوارم که از این جلسات بهره برده باشید و یادتون باشه که بهترین راه و مهمترین راه برای اینکه نویسنده بشید این است که بنویسید.